اونها تناسب ندارد تحت عنوان غرب‌زدگی طرد کنند. این که ما با غرب، با اندیشه غربی، با فلسفه او، با علم او، با سیاست او، اخلاق او، هنر او، همه که چگونه رفتار کنیم و چگونه برخورد کنیم اساساً تعریف نشده است، اساساً چیز تحلیل نشده و ناسنجیده است. هنوز که هنوز به صورت یک پرسش خام باقی مانده. یکی از خطوط قرمز است، یکی از نیندیشیدنی هاست. خدا حفظ کنه دوست ما آقای محمد ارکون رو در اینجا که راجع به این unthinkables، چیزهای نیندیشیدنی، فراوان سخن گفته است. در هر نظامی، البته این فقط نظام دینی نیست، هر نظامی یک دسته مقولات نیندیشیدنی پدید می آورد. همین که نظامی نشست و مستقر شد و به اصطلاح آسیفاید شد، به قول هگل استخوانی شد و ریجید شد، خشک شد، یک رشته چیزها در او نیندیشیدنی، یعنی حرفشون زده نمیشه، اصلا کسی به اونها فکر نمی کنه، طرف اونها نمیره، میترسه، یا سانسور از درون یا سانسور از بیرون، علی ای حال اونها نیندیشیده و ناپرسیده باقی میمانند. مسئله غرب و غرب زدگی در کشور ما الان تبدیل به یک نیندیشیدنی شده است. شما جز فحش دادن به غرب حق دیگری ندارید، یعنی یا دهنتون رو به دشنام باز میکنید که اونگاه شما رو ستایش میکنند و یا سکوت میکنید، کار دیگری حق ندارید بکنید و در عمل خصوصا. حالا درست است که بسیاری از فراورده های غربی وارد میشود و همه این استفاده ها که همه میدانیم میکنند، ولی وقتی که نوبت تحلیل تئوریک میرسد به همین جا ما میرسیم. بی جهت نیست که شما ببینید علوم انسانی بعد از سالها دوباره مورد همون حمله ها قرار میگیرند که قبلا هم قرار گرفته بودن و هر چیزی از این قبیل. هنوز که هنوز است تکلیف این مقولات روشن نیست. هنوز پاره ی سنتگرایان میان ما معلوم نیست از چه چیز سنت به چه دلیل و چگونه دفاع میکنن. آیا حاضرن هنوز با طب قدیم خودشون رو درمان کنن؟ آیا حاضرن هنوز از اون بیمارستان های گران قیمتی که در اروپا و اینجا اونجا میرن بگذرن و به یک معالجات خیلی ساده و سطحی خودشون رو قانع کنن؟ در عمل که اینطور نیست و این حکایت از یه بحران میکنه، حکایت از یک تناقض میکنه که ما این قصه رو هنوز برای خودمون حل نکردیم. این مفهوم تهاجم فرهنگی که به زبانها و لسانهای مختلف هی بالا اومده و پایین رفته و یه روز مطرح شده و یه روز خاموش شده، همین است. یعنی تا یه وقتی احساس آرامش می شود، بعد این آرامش بدل به التهاب می شود و بیقراری و نوبت لیبل زدن و برچسب زدن تهاجم فرهنگی می رسه. گویی که اونچه که از اونجا میاد تهاجم است. دانشگاه های ما پر است از کتاب های غربی، پر است از استادانی که در مغرب زمین تحصیل کرده، پر است از تکست هایی که بالاخره ترجمه هایی است که از همینجا شده، ولی نام اینها تهاجم فرهنگی هم هست. یعنی ما از یه طرف با دست اینا رو پیش میکشیم، با پا اینها رو پس میزنیم. اینا حکایت میکنند از اینکه یک تناقضی وجود دارد، یک امر حل ناشدهی وجود دارد. من یادم قبل از انقلاب آقای دکتر نصر ضمن درسایی که میداد به یه نکته اشاره میکرد، من بدون اینکه بخوام تأیید کنم نکته ایشون رو، فقط میخوام توجه شما رو به این ظواهر تناقض‌آلود جلب کنه. میگفت که شما اگر برید به فرودگاه تهران، اونجا میبینید که یک کشیش از هواپیما پیاده شد، یک جامعه سیاه رنگی تا قوزک پاش بلند همه بدن. بعد میبینید بعد از او یک خانم پیاده شد با مینی جوب، با دامنهای بالای زانو و دستها و بازوهای اوریان. خب این هر دو نفرم از یه فرهنگ دارن میان، احتمالا هر دوشون از فرانسه دارن میان، هر دوشون از آمریکا دارن میان. بعد حالا ایشان میگفتش که خب این نشون یه تناقضی توی این فرهنگ هست که یکی میگه اینقدر باید پوشیده بود، یکی میگه اونطور میتوان اوریان بود و امثال اینا. من میخوام بگم اونو شما تناقض حساب کنید، حالا به نظر من چندان تناقض نیست. واقعا اون چی که الان تو جامعه ما میذاره پدر جد اومه، خیلی بالاتر از اون هست. شما چیزی رو اسمش رو تهاجم فرهنگی میذارید، ولی همونها رو تو دانشگاه درس میدی، به شاگردان نمره میدی که اگه نمره نگیرن مدرکم بهشون نمیدن، حتما باید اونا خوب بخونن و خوب روان بشن. و بعد چندین زبان توی دانشگاه ها به دانشجوها یاد میدید،
انگلیسی، فرانسه، چیز که اینا برن کتابای غربی رو بخونن، چون زبان وسیله است دیگه، نه هدف به قول حضرات. و شما زبان یاد میگیرید برای که بتونید متون دیگر رو بخونید. اگر اینا حامل و حاوی این اندیشه های باطل و فاسد و کاذبن، چرا وسیله شو، چرا عینک شو، چرا دوربین شو به دست اینها میدید؟ حل نشده است مشکلی که ما با مغرب زمین داریم و اجازه راه حل هم به اونها نمیدن.